در خدمت سرکار خانم پرازران هستیم، کارشناس فیزیولوژی ورزشی. مثل دیروز قرار هست که ایشون به ما توصیه های سلامت و ورزشی داشته باشن. ابتدا سلام و احوالپرسی با شنوندگان عزیز برنامه داشته باشید تا در خدمتتون باشیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، امروز میخواستم در مورد توصیه هایی برای آلودگی هوا که فکر میکنم این روزا خب هم به خاطر سرد شدن هوا و اینکه خب افراد خیلی درگیر هستن، چه کارهایی که بهتر انجام بشه و چه کارهایی که بهتر انجام نشه. خب ترجیحاً از مکانهای پوشیده استفاده بشه، ورزش توی محیط باز، فعالیت‌های بدنی در محیط باز، اصلا قرار گرفتن در محیط باز در اینجور شرایط بهتره که کمتر باشه. ورزش‌های هوازی با قدرت بالا اصلا در محیط باز انجام نشه، بهتر از ماسک استفاده بکنن. توی این شرایط بهتر از گل و گیاه در خانه استفاده بشه، یعنی وارد کنن وارد منزلشون، چون بسیار کمک میکنه به اکسیژن رسانی در داخل خونه. و خوردن مواد غذایی که خیلی مهم هستش در واقع در این روزها که حالا اگه افراد با آلودگی هوا در واقع سر کار دارن، آب، سبزی، میوه دار مثل کدو، تنبک، فلفل، اسفناج، کلم یا غذاهایی که سرشار از کلسیم هستش، بله، مثل شیر یا به خصوص ماست و پنیر به خاطر کلسیمش، چون خب مواد غذایی که توش کلسیم داره اون باعث جذب عناصر سنگین مثل سرب میشه دیگه، یعنی باعث جذب اون جذب عناصر سنگین مثل سرب رو تداخل ایجاد میکنه، نمیذاره که این اتفاق بیفته. به خاطر همون میگیم حالا شیر، ماست یا پنیر، حالا یه سری از افراد چون به شیر حساسیت دارن میتونن از ماست و پنیر استفاده بکنن. مواد غذایی که سرشار از ویتامین ای هستش مثل گردو، بادام، زیتون، جوانه گندم یا مثلا ویتامین دی مثل زرده تخم مرغ، کره، خوبه که با مصرف اینجور چیزها خب اون جذب آلودگی هوا رو در واقع کمتر بکنن دیگه. و حالا یه سری نکات ایمنی و پزشکی هم که دیگه دوستان خودشون چون چندین وقته که در واقع با این موضوع در ارتباط هستن، یا کرونا، مثل ماسک، شستن دست‌ها و اینجور چیزایی که میتونه خب باعث بشه که آلودگی که میخواد انتقال به بدن پیدا کنه کمتر بشه، اینا هم باید رعایت بکنن که فکر می‌کنم خیلی براشون مفید واقع بشه. بسیار خب، این آلودگی هوا صرفا فقط روی ریه ها تأثیر میذاره یا کلن روی تمام اندام بدن میتونه تأثیر گذار باشه؟ ببینید آلودگی هوا چون خب احتمال افزایش ویروس و بیماری رو هم بیشتر میکنه، خب میتونه سیستم ایمنی بدن رو سرکوب بکنه یا اینکه کاهشش بده دیگه. وقتی سیستم ایمنی میاد پایین تر، که حالا ما تو بحث های بعدی هم صحبت خواهیم کرد که چجوری میتونیم باعث افزایش سیستم ایمنی بشیم که مبتلا شدن به بیماری های دیگه در واقع کاهش پیدا بکنه، یعنی علاوه بر حال بیماری ریوی، خب افرادی که بیماری قلبی دارن یا افرادی که بیماری زمینه ای دارن یا مثلا افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن، حالا کودکان یا میگم افرادی که حساس هستن، توی این شرایط بهتره که از توی محیط بودن و توی بیرون بودن خب خودداری بکنن، یعنی علاوه بر حال ریه خب در واقع تو محیط آلوده. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید. فردا هم با شما همراه خواهیم بود. خواهش میکنم در خدمتم. امروز از شما موفق باشید.